پسر جذب با یه ریش مشتی، صبح زار شب میزنه قرم سبزی، اینه که دل بنی پیرنه هوایی، دلارم میلرزونه بابا تا کجایی، از دهش هستی قشت و پنجی، اسمشو میدونیم پس با من بگی. کلن دو سیب میکشم سرم گیج میره. نگیر تو رو خدا ناصر دو سیب رو، من نمیتونم. نه آقا برنامه رو شروع نکنید. برنامه آها از این بره بره برنامه رو شروع نکن، من یه چای نبات بنزم بالا بعد بیام. نه آره اجازه بده. ای بابا اگه امروز من فکر کنم اصلا نذارن ما برنامه رو شروع کنیم. الو جانم، سلام مادرم، سلام قند و نبات، سلام عرق بیدمش جان. چی شده مادر جان؟ آها واسه آبجی خواستگار اومده، الان میام جرشون میدم. آها نه خب، نه من خب نمیدونم در این مواقع باید چی کار کنم. بیام پسر رو ببرم تو اتاق یه دور چی؟ پس چی؟ آها زنگ زدی همینجوری خبر خوش بدی؟ الو الو مادر الو. آخه من واقعا نمیفهمم یه غریبه بیاد خواهرتو بردار از خونتون ببره خبر خوشه؟ این کجاش خوشه؟ تازه به قصد ازدواج داره میبرتش. اگه دوست اجتماعی و اینا بودن حالا یه چیزی. از ما پسرها توقع نداشته باشید این چیزها رو درک کنید. به ما باشه دامادای خانواده رو میندازیم تو این تلفن همگانی ها. از چشم ما همه دامادا دوزاری هست. آقا بریم سراغ آره دیگه، بریم سراغ برنامه که مخاطبا از استرس جیش 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 گرفتتشون، این دل که آتیش تیش تیش گرفتتشون. چون این برنامه در مورد ازدواج، بچه ها پیشنهاد دادن اسم برنامه رو بذاریم ازدواج آسان. گفتم آخه مگه شبکیه چهاره ازدواج آسان کجا بود؟ از قدیم گفتن اگر آسان بود اول ولی افتاد مشکل ها. آها این نبود؟ خب حالا یه چیزی تو همین مایه هاست دیگه. ازدواج آسان نداریم، ازدواج درد داره، ازدواج زخم میکنه. مورد داریم 3 ماه طلاق گرفته ولی هنوز جای ازدواجش میسوزه. من چون هنوز ازدواج نکردم جای ازدواجم میخاره. یکی جای ازدواجش تاول زده، یکی 2 بار ازدواج کرده جای ازدواجش زیگیل زده. خلاصه ازدواج کار آسونی نیست، الکی وعده و وعید ندید به مردم. حالا چند تا ازدواجم براتون جدا کردیم، میخوایم براتون بگیم. اول از مشکلات ازدواج بگم. شام عروسی که هیچی، بخوای شام بدی باید 3 ماه بعد از ازدواج زن و شوهر جدا جدا برن با شوگر ددی و شوگر مامی هاشون باشن تا پول عروسی صاف بشه. میوه گرونه نمیصرفه. من شنیدم الان دیگه بادمجون میزنن رو میزای عروسی. عرقم که نمیدن چون ساقی ها کلی کشیدن روی تعرفه زکریای رازی. یارو خودش مخترع الکل بود، مشتی میومدن خونش پیک پیک میریخ واسه مردم، الان از اختراع یکی دیگه دارن پول میگیرن. این زکریای رازی رو باید خیرات کنید، صلواتی پیک پیک بدین دست مردم بخورن برای شادی روح مرد بزرگ زکریا. اون قروفر عروس هم که دیگه هیچی، فامیلای عروس هم که میان عروسی انگار اومدن غنیمت جنگی ببرن. کلن حالا با اینا هم کاری نداریم. شما میدونین ماشین عروسی اصلا چقدر گرون شده؟ اینقدر اجاره ماشین و گل زدن به ماشین عروس گرون شده که اصلا الان یه حرکت لاکچری به حساب میاد. یادم به اون ماشین عروس شیرازی افتاد که جای گل اومده بود فلفل دلمه‌ای چسبونده بود. به خدا احتمال داره چند وقت دیگه عروس رو دم در سالن داماد کول کنه برداره ببره، فامیلان پشت سرش را بیفتن شیشکی ببندن مثلا دارن بوق میزن. بعد میگن ازدواج آسان. به خدا این ازدواج وحشتناکه، باید اسمش رو اینجوری بذاشتیم. اسم برنامه رو میخوایم بذاریم ازدواج وحشتناک و روباور. حرف ازدواج میشه من تب و لرز میکنم. یاد اون صحنه گیم آف ترونز میافتم که همینجوری آدم مرده بود روی هم تپه درست شده بود، یاد اون میافتم. اجاره ماشین چینی توی چین شبی 100,000 تومنه، توی ایران 600,000 تومن. پیشنهادم اینه که از الاغ استفاده کنید. به خدا هم ایرانیه هم اصیله، هم دوتا میزنی بهش 100 تا این ماشین چینی ها راه میره. تازه عروس خانم هم هی میپره بالا پایین حال میکنه، گوشاش هم بکشی بوق میزنه، یعنی ار میزنه ولی خب جای بوق قشنگ پر میکنه دیگه. این رسم و رسوم ماشین سواری پشت ماشین عروس رو تو رو خدا ترک کنید. دیگه عروس و دوماد کار دارن میخوان برن خونه، شما هی دنبالشون میرین که مثلا چی بشه، یهو لخت بشین برین خونه شون دیگه. ولشون کنید بذارین برن. حالا اینجا رو داشته باشید،
یه پسری 62 بار خواستگاری رفته بوده. اینقدر میگن آرمانگرا بوده که اصلا نمیتونسته هیچ کدومو پسند کنه. دنبال یه دختر بی عیب و نقص میگشته. بعد با آخرین نفر ازدواج میکنه، ازش هم بچه دار میشه، یهو میبینه رنگ دندونای زنش تیره شده، خودشو میکشه. داداش خب زندگی همینه دیگه. 4 سال بعد موهاش اگه سفید میشد مثلا میخواسته چیکار کنه؟ اگه چاق میشد حتما میخواسته خودتو تیکه تیکه کنی دیگه. آره بعضیا تا ازدواج خوبن، بعدش دیگه نظافت شخصیشون هم رعایت نمیکنن، میگن بدن خودم اختیارشو دارم. خب چرا وقتی میخواستی منو گول بزنی بدن خودت نبود؟ نکنه اون بدن در اختیار همگان بود قبلا؟ آره خب داداش اگه تو اینقدر وسواس داشتی چرا زنگ گرفتی؟ هر کسی یه عیبی داره بالاخره. گل بی عیب فقط منم، دیگه غیر از من کسی نیست. واقعا انتخاب شخص مورد نظرم خیلی سخت شده. من یه بار رفتم یه جا خواستگاری، بابای عروس گفت پاشو برو توی اتاق با دخترم حرف بزن. دخترشون یه جوری بود به خدا من میدونستم اگه باهاش برم توی اتاق حامله میام بیرون. قشنگ اندازه دایم سیبیل داشت. گفتم که خب ما اگه اجازه بدیم ما بریم. دختر اخم کرد. بابام و مادرم به خدا اینقدر گریه کردن، گفتن بچه‌مون عقب افتاده است تا اینا ما رو ول کردن. بعد دوست عزیز الان روش پیدا کردن زن فرق کرده دیگه، هی پول گل و شیرینی نمیدن برن خونه مردم، اونجا هم کلی میوه بخورن تو این گرونی. توی خیابون، پاساژ، پارک، مهمونی، کوفت، زهر مار، دختر رو ببین خوشت اومد مثل سگ بیفت دنبالش، پارس کن تا خونه‌شو یاد بگیری، بعد برو خواستگاریش. نه نه این روش خوبی نیست. نه نه اینو تو خدا انجام ندین، روش خوبی نیست. از هر کی خوشتون میاد برین بهش بگین میخوام بیام خواستگاری. تا اسم خواستگاری بیاد دست و پایی یه سریا شل میشه دیگه، همون موقع شماره رو بگیرید برید خواستگاری. این همه رفتی خونه مردم مفتخوری، خب فکر کردی واقعا ما خریم؟ 62 بار رفته خونه اینون، آخرم گیر دادی به دندون زنه. معمولا ما مردا اینقدر حساس نیستیم. مثلا من خودم یه لیوان دارم، هم توش چای میخورم، هم توش آشغال میوه میریزم، هم توش نهار میخورم. بعضی وقتا هم که حال ندارم برم توالت توش میشاشم، ولی به موی توی غذا حساسم، نمیدونم چرا. یاد اون دختر افتادم که به قاشق دهنی باباشو نمیخورد ولی همه جای دوست پسرشو. چی شده؟ چرا اینجوری میکنین؟ آها خفشم؟ نه بابا، نه میخواستم بگم که همه جای دوست پسرشو میشست، شستن که مشکلی نداره که. ای بابا چرا شما اینجوری؟ آقا یه ویدیوی چیزی ببینید از ساده زیستی و ازدواج آسان. این ازدواج آسان، فامیلام همه سوار موتورن دارن پشتشون بوق میزنن. اینا دو تا چهارراه بعد توسط خفتگیرای موتوری خفت شدن تا الکی چوسی ساده زیستی نیان. داداش با موتور که نمیشه عروسو برد که. میرسی خونه میبینی عروس نیست. نگو رفته بودی توی چاله، یهو عروس پرت شده. ماشین عروس خب به هر حال یه چیزی داره دیگه. عروس توش راحته. بارها دیده شده عروس توی ماشین دستشو میذاره روی دنده. نه. نه منظورم اینه که خب راحته دیگه، دستشو هر جای ماشین میخواد میذاره، اصلا دستشو بذاره رو داشبورد. ولی اینجا نمیشه، از پشت باید آقا رو بغل کنی، هی میای دست میذاری روی دنده ولی موتور دنده نداره، هی دست میذاری روی چی؟ نه آقا اصلا بگذاریم ول کنیم، بس واقعا تموم کنیم. خوبه با دوچرخه نرفتن دنبال عروس. دوماد باید 20 کیلومتر رکاب بزنه تا میرسن دم تالار، دوماد میمیره. حالا فامیلا دارن میرقصن همه مست، مگه میشه به اینا گفت که آقا بیخیال بشین که دوماد مرده؟ همینجوری ساده زیستی رو ادامه بدید، عروسو میندازیم توی فرغون میاریم. قدیم اینا فوش بودا، ولی خب الان خیلی آرزوشونه که با فرغون برن خونه بخت. کلاس داره دیگه، میگن متفاوته. شوهر باشه حالا فرغونم نبود میندازن توی لگن میبرنش. شوهر مهمه. به خدا جدی دارم میگم الان. الو سلام مادرم، چطوری باقالی پلو جانم زیر کرمون؟ جونم چی شده مادر جان؟ آها خواستگار که اومده بوده گفته گل اجاره کردم، بعد خواستگاری باید پس بدن. یارو یعنی گل نخریده اجاره کرده؟ عجبا. خب به هر حال مادر جان وضعیت اینجوریه، نگران نباش عیب نداره. مادر جان نگاش داره دا بیام جرش بدم مرتی که خسیسو. آها بله قربونت دارم مادر جان، نگران هیچی نباش، پیش میاد دیگه، فدای تو بشم. بله مردم الان مشکل دارن، عیب نداره، من الان میرم باهاشون صحبت میکنم، حتی اگه پول نداشته باشم بهشون قرض بدم. باید اول زندگی به جوانان کمک کرد.
دوست آن است که گیرد دست دوست، گر نگیری دست دوست باید بگیری کی چیز پای دوست. بله نمیدونم این شعرش فکر کنم از گرشاش بودا. آقاش خوب شد اسم گرشاشو بردیم، به خدا دیگه ولت نمی کنم. به مردم من فوش میدی؟ تا نشاش امرود ولت نمی کنم. کاش تلفن سکه‌ای را بیفته هر روز به همون مخاطبی که فوشش داده زنگ بزن ازش معذرت خواهی کنه. آقا من برم به دومادای نیازمند کمک کنم. ناصر جان موتور رو راه بنداز به خدا. نه بابا من همینجوری هفته دو تا خواستگار میزنم سیب زمینی پخته میکنم. آره راه بنداز بریم. این مرتیکی اصلا گل اجاره‌ای خریده، به خدا اصلا واقعا عجیبه. آخه مردک پول نداری اصلا چرا اومدی زن بگیری؟ مگه سریال ستایشه؟ با سلام و درود به روح پرفتوح همه دخترای خوشگلی که دیگه در بین ما نیستن، با لعنت خدا به پسرانی که این دختران خوشگل رو اذیت کردن. سلام من به تو یار قدیمی، سلام من به تو یار صمیمی. امیدوارم هفته پر از ورزش و شادی و خنده داشته باشید. بر اساس آخرین تحقیق من به خاطر گرونی ماکارونی میل مردم به ورزش بیشتر شده. یارو میگه به جای اینکه ماکارونی بخورم خب همین پولو میدم میرم باجگا ماجگا دیگه. الان دختر پسرایی که هیکلشون شبیه ماکارونی گوشفیلی بوده اینقدر توی رژیم بودن و ورزش کردن همشون شدن ماکارونی رشته ای. حالا هم که همه دارن ورزشکار میشن دزدا زدن تو کار ورزشکارا. دزدا قبلا پل هوایی و تابلو راهنما رانندگی میبردن، الان زدن تو کار ورزشکارا. میرن ورزشکارا رو خفت میکنن، ازشون مثلا دزدی میکنن. البته من همیشه موافق اینم که به پولدارا بزنن تا به فقیرا. این خب نشون میده که دزدای عزیز کشورمون دارن یه جورای راه و درست میرن. انشالله همین جمع توی خونه بیل گیتس و ایلان ماسک با دو تا گونی جمع بشیم و سال خونه شونو بدزدیم. چند روز پیش چند تا خفتگیر به هاشم بگزاده حمله میکنن و ازش دزدی میکنن. بعد خبر میاد که خونه فرهاد مجیدی هم دزد زده و سارق هم دستگیر شده، که خب این خبر خوبیه. تبریک میگم به همه استقلالی ها که این دزد دستگیر شده. اگه خیابانی بود میگفت این دزد درست از خونه فرهاد مجیدی دزدی کرده، ولی در واقع از خونه خودش دزدی کرده، چون که خونه فرهاد مجیدی خونه همه ماست، اگرچه خونه ما جای دیگه است. نه به خدا این جا کار داره واسه استاد. در همین دیروز پریروز هم خبر رسید که حمله کردن لنکروز علیرضا دبیر رو دزدیدن. والا اون هر چی سرش بیاد حقشه. آدمی که با مردم ایران نباشه دزدی که هیچی، کلیه‌هاش هم از شکمش در بیارم برم بفروشن و خوشحال میشه. درود به شرف اون دزد. لنکروز حلالت باشه، گوش بشه به تنت. لنکروزی که با پول مردم خریده شده باشه واسه شما هستن، بردارینش. حالا یه نظرسنجی هم داریم ببینیم نظر شما در مورد حوزه کاری دزدا چیه. یعنی میگید کجاها برن دزدی خوبه؟ بالاخره خب اونا هم زندگی دارن دیگه، باید از یه جای دزدی کنن، وگرنه شرمنده زن و بچه‌شون میشن یه جورا. به نظر شما بهترین قشر برای دزدی چه قشری از جامعه است؟ 1. کارگر زحمتکش. 2. بازنشسته خسته. 3. ورزشکار مفتخور. 4. هنرمند اینستاگرامی. 5. دزدی نکنید زشته، این پولا خوردن نداره. 6. خواننده دوزاری که فوش میده به مردم. این گزینه آخر رو الکی اضافه کردیم مثلا بگیم ما با دزدی مخالفیم، ولی واقعا به نظر من دزدی که میزنه به هنرمند دوزاری و ورزشکار مفتخور دزد نیست، خود رابین هوده. البته نه، البته با همه ورزشکارا نیستم، با همه هنرمندا هم نیستم. خودتون میدونین منظور این گزینه کیان، خودتون میدونین که چیزی بدین ببینیم. الو بله سیروس چطوری؟ سیروس خفتگیر محلمونه. جانم سیروس، عمرم سیروس، چیز نه ببخشید یکم عاشقانه شد. جانم چیکار کنیم؟ آها بریم دم باشگاه وایسیم هر کی میاد بیرون خفتش کنیم؟ ببین اگه دم باشگاه زنونه میری من میام. نداداش باشگاه مردونه، به خدا یه وقتایی یه چیزایی ازش میاد بیرون که معلوم نیست چجوری رفته تو. نداداش باشگاه زنونه رفتی من هستم، قربونت برم، خدافظ، فدات بشم. ببخشید واقعا. بله میگفتم ورزشکار مورد نظر رو که میدونین پول مفت خورده و سمت مردم هم نبوده و همیشه پول پاچه خاری خورده رو میارید خونه، لخت میکنید میندازین روی تخت دیگه، خودتون واقعا لخت نمیشین دیگه، میلگرد میارین روغن میزنید که ها چی بودون؟
نه در مورد چی بود داشتیم صحبت میکردیم؟ آها دزدی و این چیزا بود. بله آقا بسته به خدا، حالا اون به هم خورد، یه قیشی بریم یه خبر دیگر رو بگیم. اینجا رو ببینین تو رو خدا، بعد میگن همه چیز ما بین المللیه، بعد اینا انتظار دارن تیم ملی ایران قهرمان جام جهانی بشه، هر دفعه میرن جام جهانی و هول میشن مربی رو عوض میکنن، اون کیروش مفتخور رو میارن یه پولی بهش میدن، اونم هیچ غلطی نمیکنه، دو تا منت هم سر مردم ایران میذاره و میره، بعدش هم که با پول مردم ایران دنبال عشق و حال میره. یه مراسم اختتامیه بوکس نمیتونن اینا برگزار کنن؟ تو رو خدا نگاه کنین، نصف بوکسورا و تماشاچی ها مصدوم شدن، کل مسابقات دو تا مصدوم داشته، اختتامیه فقط 300 تا مصدوم داشته، 20 نفر هم ناپدید شدن. فکر کنم اینجا که پرت شدن یه سری اصلا رفتن توی کوچه خلاصه گم شدن دیگه، منظورم این که 20 نفر نیستن. یه سکو نمیتونین درست کنین؟ بیاید روی این میز وایسید، به جای اینکه زیپ وارد کنید، خشتک صادر کنید، دو تا سکو وارد کنید، خب اینجا به دردتون میخوره. حرف از خربازی شد چیز نه، یعنی حرف از ورزش شد، من باید اینجا بهتون بگم که ورزش مورد علاقه‌مو پیدا کردم، یعنی حس میکنم تو این ورزش به مدال‌های المپیک راحت دست پیدا خواهم کرد و تمام مدال‌های جهان در چنگال من اسیر خواهند شد. همون قرار اول همه مدال‌ها رو میارم خونه، همه اعضای فدراسیون، همه ورزشکارا رو خفت میکنم، میبرم کافه ازشون دنگ میگیرم. اینقدر تو این ورزش خوبه. میز من به جای میز سازمان ملل استفاده خواهد شد. البته ربطی نداشت، ولی خب خوب میشه واقعا اگه بشه. ابیزاپاسیلا руку прижала к нему плотно, взяла ручку, сделала болевой один, пошла. Всё, переключилась на другую вниз. Отработала. Да. ورزشش خیلی سخته، هر کسی نمیتونه از پسش بر بیاد. امیدوارم دست زیاد نشه تو این رشته ورزشی. ببینید یه پسر میخوابه، یه دختر هی باش بر میره، بعد دختر پاشو میذاره رو شونه پسر، هر کاری میخواد با پسر میکنه. همه این کارا رو باید با من بکنه اگه من بخوام برم تو این رشته، حتی بشینه رو صورتم، وگرنه من اینجوری ضرب فنی نمیشم، من اصولا دیر ضرب فنی میشم. دختر حتما باید شلوار تنگ بپوشه، پسر مثل کتلت باید بی حرکت بمونه، بذاره دختر هر کاری میخواد باهاش بکنه. این خیلی خوبه، اصلا خوراکمه، من اینقدر دوست دارم مثل کتلت بیفتم دخترها با هم همه کار بکنن. این آرزوی خیلی از دختراست. البته خب اونا دوست دارن مثل کتلت بیفتن، بعد شوهرشون و دوست پسرشون بهشون خدمت رسانی کنن. راستش آرزوی قلبی منم همینه. اینم بهتون بگم اگه برم تو این رشته ورزشی، در عرصه جهانی برای ایران و ایرانی افتخار آفرینی میکنم. یعنی اینکه حالا یه دختره، تو اصلا بگو دو تا دختر، اصلا بریزن سرم، اصلا هرچی بیشتر باشن من بیشتر قوی میشم، اصولا آدم قوی هستم در این ورزش. بیفتم روی زمین دیگه بلند کردنم کار خداست. مادرم صبح به صبح میخواد بیدارم کنه از رخت خواب، به خدا تهدیدم میکنه با نارنجک که اگه بیدار نشدی نارنجک میندازیم تو اتاقه. بابام یه بار اومده بود بالا سرم با چاقو، میگه بیدار نشی شوشولتو میبرم میندازم جلوی سگ. یعنی اینجوری سخت از زمین بلند میشم. آخ که چه مدالایی بگیرم، چه دخترها رو یه روز ضرب فنی کنم تو این ورزش. همه فلکه های ایران و کوچه های ایران و خیابون های ایران به اسم من میشه. کنار 33 پل یه پل میسازن، اسمشو میذارن 33 میز یا 33 قرمه سبزی به یاد منو. یا این پل خاجو هست، یه پل میسازن پل گرینگو. منار جنبون میسازن برام، اسمشو میذارن میز جنبون. عکس منم سردار همه جا میزنن. ولی خب فکر کنم از شانس بد من یه برج بسازن مثل برج میلاد، بعد بهم بگن برو بشین سر برج. ای داد بیداد به این شانس من. حالا وسط این همه ورزش زیبا که میتونی مثل کتلت بیفتی روی زمین یکی باهات ور بره، یه ورزش ساختن به اسم مشت‌زنی با چشمان بسته. چشم دو تا گوزو رو میبندن، اینا رو میفرستن توی زمین که همدیگر رو بزنن، یه جورای همدیگر رو گوزپیچ کنن. یارو مشت اولو میزنه، طرف مثل پوست موز میفته کف آسفالت، بعد شروع میکنه بقیه رو زدن. مردم میپرن اون وسط جدا میکنن اینا رو. مثل بچه آدم، خب چشماتونو باز کنید بزنید همدیگر رو داغون کنید دیگه. یه سری اصلا کلن فتیش دارن مثل اینکه مثلا یکی دوست داره دستاشو ببندی، یکی دوست داره شلاق بزنی، یکی دستبند دوست داره، یکی دیل چی... نه چی بود؟
آها منظورم اینه که خلاصه ورزش‌های مختلفی هست، خیلی ها دوست دارن، ولی این دلیل نمیشه هی بردارید استفاده کنید. الکی هم مسابقه راه نندازید، ما الان سکو نداریم، قهرمانتون باید بیاد روی این وایسه چیز نه منظورم اینه که کنار وایسه تا جایزش دم بکشه بهش بدید. سکو نداریم، الکی مسابقه برگزار نکنین تو رو خدا. چیکار دارین میکنین؟ اجازه بدین ببینم. الو سیروس جان دم باشگاه بودی، بابای من اومده بیرون خفتش کردی. داداش بابای من اصلا باشگاه نمیتونه بره، پیاده روی نمیتونه بکنه. آها آمپول زده عضلات رکیده بابای من. ای بابا آها سیکس پکش ریخته بیرون، دافا دنبالشن. چی میگی؟ ای داد بیداد. باشه داداش، نه اگه تا 10 دقیقه دیگه نیومدم بابام و ماشین علیرضا دبیر تاق میزنم. آه. نه اشکال نداره، میام اونجا یه جوری راضیت میکنم سیرو جون، فدای تو بشم، مراقب خودت باش، اومدم تو راهم. بابا بگیرینو ناصر، من از سگ میترسم، چرا سگ آوردین توی استودیو؟ منشی صحنه کم بود، اینم آوردی پاچه ما رو بگیره؟ دیگه شما اینقدر به حیوانات دارین اهمیت میدین که به ما انسان ها اهمیت نمیدید. یارو دیروز پست گذاشته بود تنها همدم قلبم جولی جون، بعد عکس سگش بود، مادرش هم زیر اون پست کامنت گذاشته بود دخترم مراقب خودت باش. یا روز تولد سگ پست گذاشته بود تنها دارایی من توی زندگی توی، عکس سگه رو گذاشته بودم. داشت که مثلا صورت طرف رو لیست میزد. حالا اینجا رو ببینید، یه کافه رو انداختن مخصوص حیوانات خانگی، یارو خودش پول نداره بره کافه، مردم الان پول ندارن نون باگت بخورن، یه سری ها میرن سگشون رو میبرن کافه، 20 میلیون هم میدن براش کافه رو اجاره میکنن که تولد بگیرن براش. بعد همینا شبا استوری میذارن که هموطن به فکر هموطنت باش، هموطن ما در کنار همین، شما در کنار ما نیستید، شما برو زیر همون چیز کنار همون حیوان خونگیت بخواب. واسه اینو بگم اینا آخرش همه سوسیس کالباس میشن، چیزی که برات میمونه همین ما انسان ها هستیم. قدر آدم ها رو بیشتر بدونید. درسته من خودم حامی حیواناتم، هم سگا رو دوست دارم هم گربه ها رو، ولی خب من میگم به خاطر یه گربه قید پدر مادرتو نزن، اون گربه 2 روز بهش غذا ندی چنگت میندازه. بیا چند روز پیشم یهو دیدم بابام اومد خونه، گفت رفتم یه کافه رام ندادم، گفتن حتما باید با حیوان خونه گید بیاد. یهو دیدم دست منو گرفت یه مزد داد دستم برد منو کافه، دم کافه یارو پرسید حیوان خونگیتون آوردین؟ بابام گفت مگه موز نمیبینی توی دستش؟ بعد دختره گفت وای چه میمون قشنگی، میمون اون باباته. البته اینو نگفتم، چون کافه پر داف بود سکوت کردم که برم داخل و از فضا استفاده کنم، یه دید مشتی زدم. حالا کاری ندارم، ولی خب خیلی جدی گرفتین این مسئله حیوانات رو، یه ذره شل کنید، یکم با آدما مهربون باشید. اگه بیفتی بمیری جسدت بو میگیره، جسدتو مگسا و سوسکا میخورن، اون سگ نمیتونه کمکت کنه. سگا هم خوبن، گربه هم خوبن، ولی میگم واقعا هر چیزی به اندازش، دیگه ان همه چیزو در نگیرید، اینقدر همه چیزو فشار میدید که انش میپاشه به در و دیوار. حالا شهربازی و رستوران ایتالیایی و دانشگاه حیوانات هم میزنن به زودی، اینا هم میافتن تو چشم هم چشمی. وای دیدی سگ پانتا رفته دانشگاه، کنکور نداده، پول داده کنکورش رو رد کردن، الان رفته دانشگاه. یا میگن وای سوسن به سگش جهیزیه داده، بیا و ببین 3 تا کامیون جهیزیه داده فرستاده سگش خونه شوهر. میفهمم سگ و گربتون رو دوست دارید، نمیفهمم چرا اینقدر آدما وقتی یه چیزی و یه کسی رو دوست دارن چرا اینقدر احمق میشن. اینو شما ببینید، سگشون مرده رفتن قبرش کردن، سنگ قبرم براش خریدن، یارو پول نداره واسه باباش سنگ قبر بخره. قبر تو ایران الان دونه 1 میلیارده. یاد تو همیشه بابا خواهد بود. آره جون مادره، 2 روز دیگه توی پارتی داری پایین تنه رو مثل ژله آلبالو میلرزونی، فکر کن بری سر خاک این سگ و گربه ها واسه شون فاتحه بخونی، آگهی میزنن توی محل که بدین وسیله فوت نابهنگام مرحوم و مغفور جوان ناکام پاپی رو به همه کسبه محل تسلیه درز میکنه و به اطلاع میرسانم که در سوگ ایشان مراسم ختمی در قبرستان طول سگهای مقیم تهران برگزار میشود. باشد که با حضور خود و پارس کردن سر قبر این عزیز به شادی دل بازماندگان کمک کنید. با تشکر از خانواده های رکس، سگ آقای پیتیبول، بل و سپاستیان، بوشوگ، زومبه و خانواده آقای رجبی.
بعد میریم مراسم یهو میبینی همه به همه قلاده زدن، جای خرما و حلوا هم استخون میدن به دست مردم که لیست بزنن بعدم فاتحه بفرستن. عجیب شده واقعا همه چیز. بعد به اینا هم اگه چیزی بگی بهت حمله میکنن که بذارید مردم راحت باشن، هر کی هر جور دوست داره زندگی کنه، هر کسی خب هر چیزی براش عزیزه دیگه. به نظر من شما حیوان آزارید، یعنی کلا در تاریخ همینه، به هر کی میگی احمق نباش بهت حمله میکنه. حالا ما هم دیگه خیلی قضیه رو جدی گرفتیم، برای شادی روح تازه درگذشته این جوان مرحوم و مغفور، این طول سگ جویای نام و... ببخشید تلفن من زنگ خورد. الو مادرم، لیموی شیرینم، عسل دماوند زندگیم، پلنگ مازندران قلبم جان. آها خفشم، چی شده بابا؟ خب با نه چی شده؟ چیکار رفته گوسفند خریده سر بریده وسط کوچه خاکش کرده مردمو جمع کرده فاتحه بخونه؟ شوخی میکنی؟ خب حیف اون کله پاچه نبود، حیف. آها کله پاچه رو یواشکی از تو پنجره داده خونه. خب بازم دمش گرم. نه بابا، نه 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 اشکال نداره، نه همینو تخت میکرد بین فقرهای محل، شاید دخترهای محل این کارو میدیدن از من خوششون میومد، میومدن سمتم. حالا من نمیدونم چرا به من زنگ زدی. آها رفته گاو بخره بکشه دم ورودی پارکینگ خاک کنه. خب نه خودم میرسونم قربونت برم، به خدا شما پدر مادر زنده و مرده منو به گل نشستم به خدا از دست شما. نه مادر جان چه حرفیه؟ نه به خدا من غلط بکنم هم چه حرفی بزنم جلوی شما. الو مادر، الو. ای بابا عجب وضعیتی گیر کردیم ما. آقا ببخشید، بله میگفتم، طرفو میارین توی قبرستون لخت میکنین میندازینش رو خرما و حلوا آها چی بود موضوع؟ چی بود؟ آها در مورد اون قضیه بود. واقعا ببخشید، عذرخواهی میکنم. من میگم تو این وضعیتی که مردم پول ندارن آخه این کارا واسه چیه؟ مثلا چشم این اونو میخواین در بیارین واسه دو تا فالوور زیقی؟ واقعا دوزاری هستید. مردم پول خیرات برای پدر و مادرشون ندارن، ولی سگ شما قبر داره. سگ شما همش توی کافه ها پلاسه، داره با سگای ماده لاس میزنه. دنگ کافه رو قراره کی بده؟ بگذاریم آقا، به خدا من عصبانیم. حتی قبلا خورما و حلوا خیرات میکردن مردم. بابا اصلا من یادمه یه زمان مردم وضعشون خوب بود، بستنی میدادن، میوه میدادن. الان بخوای یه شب جمعه واسه اموات یه 20 کیلو میوه بدی، خودت فرداش از امواتی باید کلیه و کبدتو بدی واسه اموات خیرات کنی. الان نون بربری دارن خیرات میکنن، چند وقت دیگه همین بربری هم گرونتر میشه، دور نون لواش خیرات میکنن. وضعیت خیرات داره خیلی بدتر میشه، به خدا اونور مرده ها وایسادن میگن حاجی چرا خبری نیست. بعد نون بربری گذاشتی تیکه تیکه هم کردید، آدم برداره خوش خوش سق بزنه، خیرات نمی کردید. خب اشکال نداشت، همینجوری حیوانی داریم میریم جلو. یه خبر حیوانی دیگه هم بهتون بدم، مثلا پراتون بریزه تاج خروس در بیارید. یه دامدار نمیدونم مثلا کجایی به مرغاش جای آنتی بیوتیک ماریجوانا میده، بعد خیلی هم مشتری پیدا کرده، میگن مثلا این کار خیلی ارگانیکه. شما قیافه مرغو ببین، معلومه رو زمین نیست تو فضاست، اینو بپزی بندازی روی زرش پلو واسط مایکل جکسونی میرقصه. هیچی، اصلا مرغ خریدی گذاشتی فریزر، فردا در فریزر رو باز میکنی میبینی مرغه کره کرده، همه گوش چرخ کرده ها رو خورده. مرغی که از الان بخواد ماریجوانا بخوره تخماش به درد نمیخوره، گفته باشم. نیمرو میزنی میبینی زرده از مایتابه میاد بیرون، میره سیگار میکشه، میگه حاجی خیلی نسخ بودم. بعد مرغو میندازی که مثلا تهچینش کنی، از اون وسط میگه داداش یکم آب بریز توی ظرف کبیرم. دارید زندگی رو سخت میکنید واسه ما. حالا این اگه ایران بود واسه همین مرغ قبر میخریدن یا میبردنش کافه براش تولد میگرفتن. آنه این مرغو در میآوردن به خاطر اینکه دو تا فالوور بگیرن، لباس عروسی مادرشون رو ترش میکردن. به نظرم دیگه خیلی داریم در مورد حیوانات حرف میزنیم، در مورد طناز من بخوام یه چیز بگم؟ آه نه نه، منظورم اینه که در مورد آب و هوا میخوام بگم. آقا تمومش کنیم بگیم، اخبار هواشناسی رو بگم بره، اسم طنازم جلوی من نیارید، به خودم هم بیام بیرون جرتون میدم. آه خودم اووردم؟ اه جدی؟ خب پس ناصر یادم باشه اومدم بیرون خودمو جر بدم. نه نه، خودم میام چنگال میندازم دو طرفم خودمو جر میدم. آره اجازه بدین اخبار هواشناسی رو بگیم. هوا همچنان گرم و چاکراها باز و عرقها در چاکها و گرما در چاکها و سرماها هم زدن به چاکها و عرق سوزها میان پاها و سیاه سوختگی در چاک و چوک همچنان ادامه داره. دم خونه هنرمندا و ورزشکارا هم هوا همینه.
ورزشکارا زیاد بیرون نرن، هوای پرفشار از سمت خفتگیره داره میاد سمتشون. به پایان آمد این حیوان، حکایت همچنان باقی است.